مردم عزیز درود و سلامتی خبرهای میرسه که ارتش امریکا یک قطعه اضافی دیگه در نزدیکی کالینینگراد پایگاه بزرگ نظامی روسیه در بالتیک در حوزه بالتیک مستقر شده فعلا در خاک پولند اوکراین یک ابتکار عجیبی کردم مگر ابتکار خطرناک سلاحهای های خود به طور کامل به نیروگاه هستایی منتقل کرده که سابق روسیا مرتب اونا رو می زد نابود میکرد حال او مسئول شده ای چی ابتکاری است و دبیر شورای امنیت ملی روسیه در تازه ترین مقالش امریکا را متهم کرده که ناتورا نیروهای را در اروپا در واقع به مسلخ میفرستد خب نیروهای امریکایی در نزدیکی کالینگراد در پولند مستقر شدن پولند داده که به یک قلعه بزرگ یا تجمع تجمعگاه نظامی تبدیل میکنند کارشناس نظامی به نام الکساندر زیموفسکی ای آدم گزارش کرده که پنتاگون لشکر سیوم پیاده نظام به استقامت بلاروس به, به استقامت بلاروس اما نارسیده به بلاروس در پولند مقر... مستقر کرد دا البته در تشکیلات سپاه پنجم پیاده نظام امریکا که قبلا اوجه وزل داره این لشکر خب ستون فقرات نیروی ضربتی تازه تاسیس امریکا است در امی مسیر بلاروس کالینگراد شامل یک لوای توپخانه است توبخانه خودکششی که از توپای بسیار دراز یک میلی دراز ما شما در وطن خود که داریم بسیار دراز وقتی که فیر میشه یعنی کش و قوس میشه پس میره و پیش میره او رقم است بسیار اوچی است یک لوای تانک هست و یک لوای سوم هوایی است امروز با ملزومات لوجستیکی این یک تازه ترین انکشاف است اوکراین همزمان انبار تسلیحات خود به نیروهای هسته‌ای منتقل کرده در منطقه ریونا و ما شما یاد ما هست که در خمیلی یک انبار عظیم مهمات و صلاحهایی که از ناتو رسیده بود در اونجا در گداما و دیپوها جا بجا شده بود راکت کنزال روسی زد و او رو خاکستر کرد حال در نقطه منتا در نیروگای هستهی کلش بردن منتقل کردن زرادخانهای رو بردن که بسیار مهم است مهمات یعنی دیپ نیروگاه هستهی را با دیپوی اصلحه تبدیل کردن یعنی پیش از این هر جا که انبار سلاح ایجاد میشد راکت روسیه او را میزد دیگه موشک های سیستم های موشکی هیمارسک بسیار قیمتی از سیستم های دفاعی دفاع هوایی تمام چیزای اونا را که آوردن دوباره جدیدن در اینجا مستقر کردن مهمات توپخانه کالیبر بزرگ خب کالیبر امی خطر داخلی میلی توپ میگن یعنی مهمات از او را در نزدیکی نیروهای هسته ای اونا را ما وردن کلش جا جابا, جابا کردن فرماندهی نیروهای اوکراین گفته که حالا ما مطمئن هستیم که نیروهای هسته ای مورد حمله قرار گرفته نمیتونه یه ابتکار اما خیلی خطرناک داکلاس مگریگور معروف امریکایی میگه روسیه در جنگ نیابتی تا سرحد مرگ قرار که پیش بینی کرده بودند کشانده نشده حال برعکس اتفاق افتاده منابع امریکا رو به اعتمام است مقدار پولی که برای پرداخت بدیه ها لازم بود آله برابر است با کل بودجه دفاعی امریکا چی چیزهایی است ای این وضعیت رو ببینید تقریبا یک تریلیون دلار و روسا شخص پوتین این موضوع رو میدانه به می ترتیب نیکولای پاتریشوف دبیر کل شورای امنیت ملی فدراسیون روسیه در یک مقاله که برای یک نشریه نظامی به نام چیک نوشته هشدار داده که امریکا خیلی راحت حال نظامیان کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو را یعنی خود به خود به قتلگاه می‌فرسته. یادم نوشته کرده که گسترش پیوسته ناتو که نه تلاش میکنن هر کشور و ناتو کش کنن که عامل جنگ هم همی است شرایط رفرام کرده که کشورهای مختلف جذب بکنن و استقلالشان از اونا بگیرن و در صورت لزوم راحتی نیروهای سایر کشورهای عضو ناتو را بدون از که سربازان خودشان جانشان در خطر باشد و مسلخ روان میکنند کاری که امروز در افغانستان به شکل دیگه انجام دادن افتخار میکنه خلیزات میگه میگه یک اسکر امریکایی در دو سه سال کشتر نشده چرا مسئولیت جنگ دادن به یک تشکیلات دیگه پاتریشوف میگه که قدرت نظامی ناتو برای حفظ هجمونی غرب بردگی اقتصادی دیگر کشورها و فشار سیاسی بر ممالکی که تهدید نظامی برای اصلا تهدید نظامی برای ناتو نیستن استفاده میشه یعنی کاربرد ناتو رو میگه این مقام امنیتی روسیه اشاره کرده که دو درگیری نظامی و جنگی که اعضای ناتو در افتاد سال اخیر دو ای در او شرکت داشتند این شامل لستم بس در 200 در سال در 200 درگیری نظامی و جنگی به می تعریفه که ماموریت ناتو آمده اروپا برای سلطه امریکا تهدید روز افزون پیش از جنگ اوکراین به همین دلیل جنگ اوکراین سازماندهی شد تا اهداف متعدد از جمله کم توانسازی قاره اروپا محقق شود این نظری دبیر شورای امنیت ملی روسیه است و در این حال میگه که آل امریکا باید با ایجاد یک جهان تک قطبی با چند قطبی کنار بیه ای آماده نیست و اروپا هم برای بدست آوردن استقلال ژئوپلیتیکی خود خود حرکت بوده چرا یه غرب هم همیشه به دنبال تضیف روسیه است از عظمت ما میترسه و منابع غنی که ما داریم اونا میخوان تصاب کنم ما اجازه نمیتیم به این ترتیب اینجا در اوکراین خب کارهای عجیب غریبی میشه از جمله درباره مشاوران زلینسکی که خب ما خود داستانهای مستند و جذاب به شما نقل کردم آل خبر رسیده تارنمای میروتو ووردز یک که تارنمای وابسته به مقامات اوکراین است نام رهبر کوریا شمالی را در فیرست مرگ اوکراین که هر وقت باشد به حسابش برسن درج کردند یعنی فیرست کیم جون اون رهبر کوریا شمالی را امدست جنایات جنگی روسیه خواندن نامش دلست است جالب است او رهبر کوریا شمالی بسار کل خراب آدم است ببینید که دقیقا شما چی خواد کرد پاتریشیا مارینز تحلیلگر معروف نظامی است یادم امی زخایر کوریا شمالی را یک بررسی کردم من مختصرش را شما میگم که چرا قمی ظرفیت یا به صلاح سلاکوت های عظیم داره که روسیه بسیار مایل است که از پیش بگیره استعمال کنه در جنگ اوکراین ده میلیون گلوله و سایر تجهیزات مهمه بر روسیه میتونه یا این کشور برسانه توپ باشه تانگ باشه که هر چی که باشه یعنی ظرفیت ده میلیونی فعلا داره دم نخت یه ارتش بیست و یک هزار قبضه توب در زراتخانه خود داره جالب نیست بیست و یک هزار قبضه توب از اون دوران جنگ دو کوریا و بعدا کوریا جنوبی را که امریکایا گرفت جدا کرد اینا که در مسلح سازی خود مشغول بوده حال رسیده به 21 هزار قبض توپ یعنی حدود 10 هزار به صلاح خونپاری کتابور در اختیار داره راکتا خب فروش 10 میلیون گلوله بر روسیه اگه 10 میلیون هم بفروشه هیچ مشکلی برای کوریای شمالی از نظر مثلا کمبود مهمات و گپا ایجاد نمیکنه قدر پر است علاوه با این کوریا شمالی تانک آبی خاکی یعنی کاربرد آبی و خاکی که داره از نو پی تی 76 و پی تی 85 در اختیار داره که بسیار تانک های مهیب است کلاسیک است از دوره شوروی و از دوره جنگ سرد اما بسیار سنگین و بسیار سخت جان و خطرناک است این تانک برای حمله احتمالی روسیه به ساحل رودخانه خیرسون ممکن است استفاده شود یه آدم خناق در روسیه قدر استقبال نکرده نیجه بند و بست های شده اخیرا روسیه آزمایش را با مثلا با سیستم های پت اس اعلام کرده که یک سامانه توبخانه آبی خاکی با کالیبر 152 میلی است یعنی قطرش قطر داخلیش اگر این مسئله با سلاهای های دیگه که از کوریا میه خرسون بسار جنگش یک طرفه همیشه کوریا شمالی در این حال چند هزار از نویت توبخانه آر MLRS داره از جمله 122 میلی میلیمتری, 200 میلی میلیمتری و 240 میلی و 300 میلی متری در اختیار داره که یکی از کشورهایی است که در کره زمین از بیشترین ذخایر تسلیحات و مهمات برخوردار است یک خوب... ما شما شنیدیم که امریکایی بسیار بسار به تشویش شد و هشدار هم داد که کره شمالی تخلیه زرادخانهای های خدا و حرکت دادنش به روسیه متوجه باشه که امنیت جهانی در خطر خب پشتیبانی کره شمالی در اینجا میتونه شامل اما سامانه های MLSR MLRS یعنی هم شود که میتونه به مسافت های 180 تا 200 کیلومتر که موشک که ده ای سیستم جابجا جا میشه 200 کیلومتر رو میزنه این سیستم یعنی موشک های هدایت شونده جدید مدرن هم که است دینمی ام ال نصب میشه از نظر تامین موشک یعنی تعیینی که در انبارای کره شمالی چه قدر موشک وجود داره کسی نمیدانه چرا خب ما چراش جواب داده نمیتونیم اما یک, یک، به شکل غیر مستقیم جوابش هست در کره شمالی سی میلیون نفر در صنایع مختلف تولیدات جنگی مشغول به کار است این از این نقطه ما میفهمیم که گپ چی است اصلا غیر از جنگ دوم جهانی که سالین ظرفیت ایجاد یا هتلر دیگه ای رقم کس ظرفیت نداره که در شرایط که جنگ نیست سیونی میلیون نفر در صنایع جنگی مشغول به کار است تولیدات، ترمیم، طراحی که بخش قابل توجهی از اونا در 200 کارخانه اصل حسازی تنظیم شدن امی یعنی سیونی میلیون نفر چه رقم کشور است ناخنیست که از این کوریا شمالی برای خب چرا گفت بیشتر گفتیم که دمی شهست سال از این جنگ دو کوریا که یا یک شوب دیدن از امو زمان انبارای عظیم سلاح ها را نزد خود همینطور زخیره کردن بنابراین شما چه فکر میکنید که اگر این سلاح ها بخشی سلاح ها بخش برای روسیه داده میشه یعنی نتیجه جنگ در خرسون یا مثلا خارکوف اونجا تغییر نمیخوره ما نظامی نیستیم مگر سوال در ذهن ما هست در افریقا روزگار فرانسه خراب است بورکینا فاسو بعد از نیجر به وابسته نظامی سفارت فرانسه گفته که بیرون شو به دلیل رفتار خرابکارانه یعنی تخریب کار آدم برای ای بورکینافاسو متحد روسیه است و گفته که با سفارت فرانسه پاسکویر نام داره گفته پاسکویر کدمی افراد خود در ظرف دو هفته برای از قبلا دستور خروج سفیر فرانسه صادر شده بود که مکرون محکم کرده خود که ما نمی برایم. د دمی کشور رسانه که از طرف فرانسه یا به تمایل به فرانسه داشتن کلش سرکوب شده رئیس جمهور فرانسه میگه که در نیجر سفیر ما در گروگان حکومت نظامی است حکومت نظامی گفت که سفیر باید خارج شود مگرون گفت که ما خارج نمیشیم حال اونا محاصره کردن سفارته. اینه حلقه بستن خب اول مکرون میگه که یک سفیر و اعضای دیپلماتیک ما در نیامی است که به معنای واقعی کلمه دیگه در اوش است چرا؟ حتی از تحویل غذا برشان جلوگی نمیمونن قروانه میخورن همین جیره نظامی ارتش نیجر برشان داده میشه که ما در اصطلاح ارتش افغانستان قروانه میگیم خب این خوب, ای خوب شد فرانسه حالا میبینیم که دمی گیردار کار امریکایا ها چاق دمی نیجر اول خب گفته بودن که امریکا هم اما امریکا چی رقم یک دبلوماسی داشت فرانسه را بیرون کردن امریکا بازارش پس گرم شد حالا عملیات پهپادا را از نیجر از پایگاهی که در نیجر داره آمریکا از سر گرفتن کارهای خود میکنن بعضی گروپ های اسلامی افرادگرا از این طرف و طرف یگان می یک نول میزنه و میبراین به مو بانه فرمانده ارشد نیروی هوایی آمریکا در افریقا میگه میگه پروازهای هواپیمای ما یعنی از سر گرفته شده و هیچ کدام مشکل بر ما وجود نداره جنرال جیمز بی هکر میگه که امریکا بعد از های نیجر عملیات خود عملیات پهپادی رو ما متوقف کرده بودیم و از گرفتیم چرا گرفتیم؟ چطور چی گپ شد؟ آقای هکر میگه که بعد از اینکه که پرسونال امریکایی در نیجر یک ما رو در پایگاه خود به شکل قرانتین سپری کردن ما بی سر و صدا با دولت جدید مذاکره کردیم و به یک توافق رسیدیم خب این این توافق چه نوع توافق است؟ شما فکر میکنید توافق تنها تصمیم نیجر است این در واقع توافق کلی بین روسیه هم است چرا نیجر تحت قیمومیت روسیه است و قوای واکنر سار اونجا مستقر است همه امریکام امریکا هم باشه یک نوع همگرایی ای که تا چی زمانی کس نمیدانه در پایگاه نیجر 1100 نیروی امریکا مستقر هستند و حال سکوهای سرنشیندار و اصلا بی سرنشین امریکا با عملیات عادی خود بازگشتن و کار روان است تنها اینجا نیرو یا کشور سنتی که بیرون شده و روزگارش زار است فرانسه است تا بعد